سیاست‌های انگلیس به جنگ و قحطی در یمن دامن می‌زند. یک نماینده مجلس عوام انگلیس با اشاره به نقش کشورش در اوضاع انسانی فاجعه‌آمیز مردم یمن خواستار تلاش برای پایان دادن به این بحران شد. به گزارش ایندیپندنت، آندرو میشل نماینده مجلس عوام انگلیس گفت سازمان‌های خیریه مستقل انگلیس تلاش می‌کنند تا غذا و کالاهای پزشکی و اساسی را که با پول مردم خریداری شده به یمن ارسال کنند. اما ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و با حمایت و پشتیبانی انگلیس بندرهای ورود این کمک‌ها به یمن را بسته‌اند. به افزود، حوادث سیاسی پیاپی باعث شد که ما از یمن که به تدریج به قحطی و گرسنگی بسیار شدید نزدیک می شود غافل بمانیم. قحطی در یمن با سایر قحطی‌ها متفاوت است، زیرا نتیجه عملکرد انسان است و در حقیقت یمنی‌ها دچار قحطی نشدند، بلکه متجاوزان آنها را گرسنه نگه داشتند و انگلیس هم با سیاست‌های خود به این روند کمک می‌کند. این نماینده انگلیسی تأکید کرد نهادهای خیریه و مسئولان سازمان ملل متحد قبلا هشدار داده بودند که رسیدن درگیری‌ها به بندر الحدیده پیامدهای وخیم در پی خواهد داشت، زیرا در شرایط غیر جنگی 80% از واردات کالاهای مختلف و 90% از غذای مورد نیاز یمن از این بندر صورت می گرفت. این نماینده انگلیسی در پایان گفت شیوع گرسنگی در یمن به نفع انگلیس و عربستان سعودی نیست و جنگ در این کشور نه تنها به یمنی ها بلکه به عربستان سعودی و انگلیس نیز لطمه خواهد زد. عربستان سعودی 2 سال است که یمن را هدف حمله نظامی قرار داده و تمامی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی این کشور را به کمک متحدانش بسته است. در حملات انجام شده به یمن نیز تاکنون 10,000 نفر جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند که بسیاری از آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.